سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید موضوع کشته شدن جمشید دونای فرف مرزبان ایرانی به دست گروه جیش العدل و دفن او در بلوچستان پاکستان تقریبا تایید شده است به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان در حال حاضر اما این امکان وجود دارد که درباره بازگرداندن پیکر جمشید دو فر وارد گفتگو با جیش العز شد در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی دولت پاکستان درباره وضعیت پنجمین مرزبان ایرانی شد در همین رابطه منصور حقیقتپور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد اسماعیل کوسری نماینده تهران به عنوان رئیس هیئت پیگیری روند ربوده شدن و آزادی مرزبانان ایرانی برگزیده شده است بر اساس گزارش ایسنا این هیات وظیفه دارد در این خصوص گزارشی را به مجلس ارائه کند چهار سرباز ایرانی که در بهمن ماه سال گذشته به اسارت گروه جیش العدل در آمدن روز 17 فروردین ماه به ایران بازگشتند. جیش العدل اعلام کرد که پنجمین مرزبان به نام جمشید دونوی فر را کشته است. منابع خبری گزارش دادند دور بعدی مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک اواخر اردیبهشت ماه در وین برگزار می شود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه که هیئت مذاکره کننده ایران را رهبری می کند با اعلام این خبر گفته است ایران مشکلی با نظارت منطقی و قانونی ندارد اما با هر نوع سوء استفاده مخالف است آقای عراقچی در خصوص دیدار با تیم مذاکره کننده آمریکایی گفته است با هیئت آمریکایی صحبت ها جدی تر و جزئی تر است چرا که خیلی از تحریم ها به آنها مربوط می شود معاون وزیر خارجه ایران همچنین از ادامه کار راکتور عراق خبر داد و گفت همه تعهداتی که طرف مقابل باید انجام دهد در دستور کار وجود دارد و از جمله اصلی ترین تعهد آنها پذیرش حقوق هستی ایران برداشتن کلیه تحریم ها و همکاری های سلحامیز ای با ایران است. در حالی که مذاکرات هسته میان ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در جریان است، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است اگر جمهوری اسلامی غنیسازی اورانیوم را به صورتی که پیش از توافق موقت در ژنو انجام میداد ادامه دهد، طی دو ماه در آستانه ای شدن قرار میگیرد و قادر به تولید جنگ افزار ای خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جانکری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست پرسش و پاسخ سنا گفت اگر ایران تصمیم بگیرد بمب اتمی بسازد این توانایی را دارد که ظرف دو ماه مواد لازم برای ساخت آن را تولید کند وی گفت من فکر می کنم امروز این را همه می دانند که ما با یک دوره معروف به زمان رسیدن ظرف دو ماه روبرو هستیم گفتنی زمان رسیدن طول دوره است که ایران می تواند اورانیوم لازم برای تولید یک بمب اتمی را تولید کند اگر تصمیم بگیرد که این سلاح کشتار جمعی را بسازد قدرت های غربی برای طولانی کردن این دوره از ایران خواستند که از تعداد سانتریفیوژهای های خود برای غنیسازی اورانیوم و همچنین میزان مواد تولید شده کاسته و میزان تحقیق بر روی فناوری های جدید را محدود کند تهران همچنین باید اجازه دهد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور سرزده از تأسیسات یش بازدید کنند. در همین حال مذاکرات هسته ایران و گروه پنج یک که از دیروز سهشنبه آغاز شده امروز هم ادامه خواهد یافت. وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به این دور از مذاکرات هسته‌ای آن را جدی عمیق و با دقت توصیف کرد. در همین راستا یک مقام ارشد آمریکایی هم که نخواست نامش فاش شود گفت که مذاکرات دو طرف شبانگاه سهشنبه در پشت درهای بسته پایان یافته است و افزود که تیم مذاکره کننده آمریکا و تیم ایرانی روز سهشنبه به صورت دو جانبه با یکدیگر دیدار کردند مایکل مان سخنگوی کاتینشتون که نمایندگی گروه پنج به علاوه یک در گفتگوها با ایران را بر دارد نیز گفته است که ما بسیار درگیر جزئیات و مذاکرات مهم هستیم و به سختی تلاش می کنیم تا این روند پیشرفت داشته باشد. ایران و کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در قالب گروه پنج به علاوه یک در حال مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی برای حل و فصل برنامه هسته ی تهران هستند. طرفین از روز سهشنبه 19 همه فروردین دور سوم مذاکرات خود را در وین آغاز کردند و آنگونه که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته است این امید هست که از اردی بهشت به ماه پیشنویس توافق جامع و نهایی تهیه شود دو طرف تا روز 20 ژوئیه فرصت دارند تا توافق موقت ژنو که سوم آذر پارسال میان طرفین حاصل شد را به توافقی پایدار و نهایی تبدیل کنند علی رضا پناهیان در مراسمی در حضور علی خامنه ای با حمله به دولت حسن روحانی خواستار کور شدن چراغ کسانی شده که به دشمن چراغ سبز نشان می دهند. آقای پناهیان سران اتحادیه اروپا را مزخرف خوانده و پرسیده چه کسی در داخل اروپایی ها را پررو کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از این عضو قرارگاه امار گفته است اروپایی ها میخواهند بیایند در ایران دفتر بزنند و هم گرایی در کشور ما رواج بدهند. پیشتر نیز علی سعیدی نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته بود اروپا از آمریکا دستور میگیرد و هیچگاه قدرتی نداشته و ندارد. محافظه کاران دولت حسن روحانی را رو متهم می کنند که باعث شده موضوع حقوق بشر در کانون توجه غرب قرار گیرد. سخنگوی کاخ سفید رسما اعلام کرد که انتخاب حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل مناسب نیست. در همین راستا و در واکنش به مصوبه سنای آمریکا مبنی بر اینکه حمید ابوطالبی اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است از نظر ما ابوطالبی شایستگی حضور در سازمان ملل را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز جی کارنی سخنگوی کاخ سفید با اعلام اینکه ایالات متحده آمریکا از حمید ابوطالبی به عنوان سفیر پیشنهادی ایران استقبال نمی کند اما حاضر نشد بگوید که ورود ابوطالبی به خاک آمریکا ممنوع خواهد شد حمید ابوطالبی در بحران گروگانگیری سالهای 1979 تا 1981 دست داشت است در جریان این بحران 52 دیپلمات آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت ما به دولت ایران اطلاع دادیم که این گزینه بلقو به مناسب نیست. جیکانی در پاسخ به این سوال که این گزینه مناسب نیست گفت این اصطلاح یک اصطلاح دیپلماتیک است برای اینکه بگویید چه نظری دارید. آقای کانی توضیح بیشتری درباره احتمال ممنوعیت ورود ابوطالبی به خاک آمریکا نداد ولی تاکید کرد که انتخاب وی از سوی ایران یک گزینه بلغفه است بدان معنا که به طور رسمی انتخاب نشده است پیش از اظهارات سخنگوی کاخ سفید مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مصوبه روز دوشنبه سنای آمریکا برای ممنوع کردن ورود ابو طالبی به خاک این کشور را رد کرد و گفت که از نظر ما ابو طالبی شایستگی حضور در سازمان ملل را دارد خانم افخم گفت ما به پیگیری هایمان در این زمینه از طریق کانال های دیپلماتیک ادامه می دهیم. در همین حال برخی از گروگان های سابق و اعضای کنگره آمریکا از انتخاب این دیپلمات برای دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به شدت اظهار نارضایتی کردند. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا طرح سنا را بررسی کند و احتمالا آن را تصویب خواهد کرد. مصوبه کنگره باید به تایید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برسد. جیکانی میگوید که ما با نگرانی های سنا در این مورد هم نظر هستیم و نامزد بلقوه ایران بسیار درد سرساز است. ماجرای دست داشتن حمید ابو در گروگانگیری سفارت آمریکا در روز 13 آبان 1358 را نخواستیم بار خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرد و با اشاره به عکسی که در وبسایت تسخیر منتشر شده است او را منتسب به دانشجویان پیرو به خط امام دانست گروهی که در سال 1358 با هجوم به سفارت آمریکا در تهران آن را به اشغال خود درآوردند آقای ابوطالبی این اتهام را تکذیب کرده و گفته که تنها مدتی پس از وقوع گروگانگیری همراه با نماینده پاپ به سفارتخانه آمریکا رفته و نقش مترجم را داشته است احمد خاتمی امام جمعه تندروی تهران میگوید تنها یک راه برای فتنگران است و آن اینکه پوزش بخواهند از فرصت سوزی هایی که کردند و امیدی که به دشمن دادند و میدهند به گفته فتنگران بدانند که تا این کار را انجام ندهند همچنان بر منفوریت آنها افزوده می شود و دیدارهای نوروزی و غیر نوروزی ذره به سود آنها نخواهد بود اشاره احمد خاتمی به دیدار نوروزی محمد خاتمی با علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی است که با انتقاد محافظ کاران روبرو شد احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان همچنین مدعی شده که جمهوری اسلامی به راحتی مخالفان سیاسی را تحمل می کند اما آنچه که نظام تحمل نمی کند براندازی است جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش آماده است از تحریم ایران درباره تروریسم و حقوق بشر حمایت کند در همین حال جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران سفر یک هیئت سیاسی خود به اروپا را لغو کرد این سفر قرار بود 27 و 28 فروردین ماه انجام شود به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت: آمریکا آماده حمایت از هر نوع تحریم علیه جمهوری اسلامی بر سر تروریسم و حقوق بشر است. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که کشورش آماده خواهد بود که نه تنها درباره برنامه هسته‌ای بلکه بر سر حقوق بشر و حمایت از تروریسم نیز از های جمهوری اسلامی پشتیبانی کند در همین حال جمهوری اسلامی در واکنش به قدنامه اخیر پارلمان اروپا درباره ایران سفر یک هیئت سیاسی خود را به اروپا لغو کرد این سفر قرار بود 27 و 28 فروردین ماه انجام شود که قاسم جلالی رئیس گروه روابط پارلمانی ایران و اروپا با صدور بیانی از لغو این سفر خبر داد. آقای جلالی در بیانیه خود که خطاب به تاریا کرومبرگ رئیس هیئت پارلمانی سفر کننده به ایران منتشر شده علت لغو این سفر را قدنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا اعلام کرده است این نماینده مجلس در بیانیه خود ی پارلمان اروپا را غیر خوانده و نوشته متاسفانه این پارلمان از یک خود بزرگ بینی مفرد رنج میبرد. جلالی همچنین اعلام کرده که جمهوری اسلامی از این پس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد هیئتی برای دیدار از ایران شرطی را تعیین نماید. رئیس مرکز پجوهش های مجلس در بخش دیگری از بیانیه خود غیر دموکراتیک خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال 1399 ایران در قدنامه مذکور را تنز و مزهک خوانده است در همین راستا 258 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای که روز سهشنبه در صحن علنی مجلس خوانده شد با اشاره به خواست و تاکید اتحادیه اروپا برای افتتاح دفتر نمایندگی در ایران میگوید افتتاح چنین دفتری منوط به تغییر رفتارها و رویه های اروپا است به گفته امضا این بیانیه پارلمان اروپا باید ساختار اعتقادی فرهنگی کشورها را مد نظر بگیرد از آن سو کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا دوازدهم فروردین ماه پیشنویس قطعنامه را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره کرده است مقام های جمهوری اسلامی از قدنامه اخیر پارلمان اروپا خشمگین هستند و در یک هفته گذشته موضعگیری تندی علیه قربی ها اتخاذ کردند پیش از این نیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قدنامه راهبرد اتحادی اروپا را درباره ایران رد کرده و آن را بیپایه و غیر قابل پذیرش خوانده بود همچنین آقای علی خامنه ای گفته بود قرب پس از پرونده هستی به سراغ دیگر موضوعات از جمله حقوق بشر خواهد رفت. بی بی سی خبر داد در حالی که نتایج رایگیری در افغانستان اعلام نشده عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زای دو نامزد ریاست جمهوری که در منابع غیر رسمی به عنوان پیشتازان انتخابات مطرح هستند میگویند در صورتی که به دور دوم انتخابات بروند با رقیب احتمالی خود ائتلاف نخواهند کرد در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اعلامیه کوتاهی که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است آماری که از سوی منابع خبری و یا کاربران شبکه اجتماعی در مورد نتیجه انتخابات اعلام می شود نادرست است چهار روز پس از انتخابات شانزدهم فروردین که حدود 7 میلیون نفر در آن شرکت کردند برخی این احتمال را مطرح کردند که شاید هیچ کدام از هشت نامزد این دوره از انتخابات نتوانند برنده قطعی دور اول باشند اشرف قنی احمد زای و عبدالله عبدالله که پس از پایان رایگیری ادعا کردند پیروز این انتخابات هستند حال میگویند ترجیح میدن کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه رسمی را اعلام کند جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که قصد دارد طی هفته آینده در اروپا با وزیر خارجه روسیه در خصوص بحران اوکراین دیدار و گفتگو کند در ادامه بحران اوکراین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کیف هشدار داد که به کار بردن هر خشونت در مناطق شرقی اوکراین منجر به بروز جنگ داخلی در این کشور خواهد شد در روزهای اخیر و به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اوضاع در چند شهر دیگر اوکراین نیز متشنج شده است غرب میگوید روسیه عامل این نارامی هاست. جان وزیر امور خارجه ایالات متحده در تماسی تلفنی با همتای روس خود خواسته است که مسکو دست به هیچ اقدام تحریک کننده و جدایی طلبانی در شرق اوکراین نزند چرا که این حوادث برای روسیه گران تمام خواهد شد وزیر امور خارجه آمریکا ماموران روسیه و نیروهای ویژه این کشور را متهم کرد که محرک جدایی طلبی در شرق اوکراین هستند و گفت که مسکو ممکن است مشابه کریمه برای اقدام نظامی در منطقه شرق آماده شود. وی گفت واضح است که نیروهای ویژه روسیه و ماموران آن محرک آشوبهای 24 ساعت گذشته بودند و این می تواند به طور بلغوه پوششی برنامه ریزی شده برای دخالت نظامی همچون مورد کریمه باشد. وزیر امور خارجی آمریکا که کشورش دو دور تحریم علیه برخی از مقامهای روسیه اعمال کرده است گفت که شرکای واشنگتن مایل هستند تا تحریم های شدید تازه ای را بر ضد کسانی که این تحولات را رهبری می کنند و عوامل کلیدی در بخش اقتصادی و انرژی روسیه وضع کنند. وی گفت که این تحریم ها روی میز قرار دارد. جانکری کری همچنین در دیدار با نمایندگان سنا تصریح کرد ما توافق کردیم که هفته آینده در اروپا دیدار کرده و در خصوص بحران اوکراین رایزنی کنیم. بر اساس این گزارش تصمیم وزرای خارجه آمریکا و روسیه برای دیدار در اروپا در شرایطی است که واشنگتن به تازگی اعلام کرده است قصد دارد مذاکرات چهارجانبه با حضور نمایندگانی از اروپا روسیه اوکراین و آمریکا را طی ده روز آینده برگزار کند در رویدادی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کیف هشدار داد که به کار بردن هر گونه خشونت در مناطق شرقی اوکراین منجر به بروز جنگ داخلی در این کشور خواهد شد. در روزهای اخیر سه منطقه در شرق اوکراین شاهد اعتراضات هواخواهان روسیه بوده است و دولت اوکراین در پیان است که کنترل بر این نواحی را مجددا به دست بگیرد. به گزارش شبکه خبری سی وزیر امور خارجه روسیه گفته است که تنبیه معترضان از جمله آنهایی که در اشغال ساختمانهای دولتی نقش داشتند امری است که روسیه را نگران کرده است. خبرگزاری رویترز خبر داده بود که نیروهای پلیس اوکراین هفتاد تن را که در شرق اوکراین دست به اشغال ساختمانهای دولتی زده اند دستگیر کردند آقای لاوروف در بیانیه رسمی که در وبسایتش منتشر شده می نویسد ما خواهان توقف هر گونه عملیات نظامی از سوی اوکراین هستیم که می تواند منجر به جنگ داخلی شود. وزیر امور خارجه روسیه میگوید که مزنون از کارشناسان آمریکایی از یک مؤسسه دفاعی خصوصی به نام گریستون لباس سربازها را به کردند و همراه با نظامیانی از گروه راست افراطی اوکراین به نیروهای نظامی این کشور پیوستند و آماده سرکوب نواحی شرقیند. در همین حال آندرس راسموسن دبیر کل ناتو نیز اعلام کرد که وقایعی که در شرق اوکراین در حال وقوع است بسیار نگران کننده است. و از دولت روسیه خواست تا نیروهایشان را از مرزهای اوکراین دور کند. آندرس راسموسن در کنفرانس ناتو در پاریس گفته است که هر گونه پیشروی روسیه در شرق اوکراین موجب افزایش بحران و تنش به جای کاهش آن است و باید ده ها هزار نیروی نظامی روسیه از مرزهای اوکراین خارج شوند. پیش از این شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین به منظور پیوستن به روسیه یک همه پرسی انجام داد و پس از کسب آرای مثبت بالا به روسیه ملحق شد و حال سه منطقه شرقی دیگر در اوکراین خواهان برگزاری همه پرسیند و از این رو دولت اوکراین روسیه را متهم به ایجاد ناآرامی در مرزهای شرقی می کند. در اول مارس سال 2014 و یک هفته پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو این حق را برای خود قائل است که برای حفظ امنیت روس‌تبارها و روس‌زبان‌های اوکراین علیه کشور و اوکراین دست به اقدام نظامی بزند. موضعی که با واکنش جامعه جهانی مواجه شد و آمریکا، ناتو و سازمان ملل هر یک جداگانه تصمیم روسیه را محکوم کردند. مجموع این اتفاقات تنشی را بین غرب و مسکو پدید آورد که از زمان جنگ سر تا کنون بی سابقه بوده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه شب گذشته در مهمانی شام اتاق بازرگانی فرانسه و اسرائیل در سخنانی به اوضاع بحرانی سوریه و همچنین پرونده اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس. شب گذشته در این محل سالن مشهور پابیون دوفین هم رستوران و هم سالن تجمع ناظر نشست مشترک اتاق بازرگانی فرانسه و اسرائیل بود این بیست سومین نشست مشترک آنهاست میهمان ارشد و در این حال میزبان آقای لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بود که سخنانی در ارتباط با وضعیت منطقه اقتصاد و سیاست که به هم پیوسته است و مسائل خاور میانه صحبت کرد که البته بخشی هم به ایران و سوریه مربوط میشد آقای فابیوس در مطالب خود گفت respect در موضوعات مختلفی که فرانسه به آن توجه داشته و میدانم برای شما هم اهمیت دارد موضوع ایران و پرونده هسته است من و رئیس جمهور در گفتگوهایی که با آن مذاکرات پنج به علاوه یک میگوییم و مطمئنم شما هم آن را دنبال کرده و جدیت و شاخص فرانسه را متوجه شدید این بود که تضمین ها و اطمینان های لازمه را خواستار بوده اید. در حال حاضر به مرحله دوم رسیده اید. یعنی توافق نهایی و راه های دستیابی به آن من اظهارات گوناگونی را اینجا و آنجا می شنوم خواست ما باید به خصوص در بیرون مرزها شناخته شود ما امیدواریم و طبیعی است که امیدوار باشیم راه حلی با گفتگو پیدا شود که البته میدانیم چقدر دشوار است آنچه که به ایران و پرونده هستهیش مربوط می شود فعالیت انرژی سول آمیز بله و اگر به صلاح اتمی و نظامی توجه بشود نه به همین سادگی و به همین واضحی فرانسه به هیچ وجه دیدگاه خود را عوض نخواهد کرد در ماه های پیش رو مسائل و موضوعاتی را در منطقه باید بحث کرد و به نتیجه رسید از جمله تراژدی سوریه که خوشبختانه اسرائیل این واقع بینی را داشت که خود را از محلک دور نگه بدارد. پاریس تلویزیون ایران فردا. روزنامه شرق نوشته قلومالی جفرزاده ایمنو بودی نماینده مجلس درباره تحقیق و تفحص از پرونده اختلاس در بنیاد شهید گفته است در این تفحص هرچه پیشتر می رویم عجیبی مشاهده می شود این روزنامه همچنین نوشته است این نماینده مجلس که روزگاری بیشترین اطلاعات و جزئیات پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را در اختیار خبرنگاران قرار میداد این روزها کمتر پاسخوی سوالات است این نماینده اما به این روزنامه گفته است عدم پاسخگوییش به دلیل ابعاد عجیب این پرونده است شرق نوشته مسعود زریبافان رئیس پیشین بنیاد شهید آنقدر از نمایندگان منتقد این بنیاد شکایت کرده که حالا کمتر نماینده ای در بهارستان درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید حرف میزند. حمید چیچیان وزیر نیرو در سفر به استان اصفهان گفته است برای تامین حق آب کشاورزان این استان برداشت آب از حوزه زاینده رود ممنوع شده و صنایع و شهرداری ها باید آب مورد نیاز خود را از پساب فاضل آب تامین کنند بیشتر جمعی از کشاورزان استان اصفهان به مسدود شدن حق آب کشت زمین های خود اعتراض کرده بودند مجستان بختیاری در گزارشش به این موضوع پرداخته که توجه شما را به آن جلب میکن. حمید چیچیان وزیر نیروی دولت آقای حسن روحانی روز گذشته در اسفهان در ارتباط با وضعیت وخیم رودخانه زاینده رود و مشکلات ناشی از اون که در طی چند سال گذشته کشاورزان منطقه با اون روبرو بودن گفت که از این به بعد برداشت آب به منظور مصارف صنعتی از این حوزه آبی ممنوع خواهد بود و چنانچه واحد های صنعتی اقدام به برداشت آب از این حوزه آبی بکنن مشمول پرداخت خسارت به کشاورزان منطقه خواهند شد مسئله انتقال آب زاینده رود از تونل کوهرنگ چهارمال و اختیاری به استان و دیگر استان ها که از سالها قبل مطرح بود ابتدا با طرح توجیهی تمین آب آشامیدنی و تمین آب کشاورزی منطقه بوده اما متاسفانه در سالهای بعد به دلیل نبود یک مدیریت جامع در این زمینه آیت های سنتی متعددی اقدام به های بی روی از این حوزه آبی کردن در کنار این مشکل مسائل زیسمویتی و همینطور خوشسالی های چند سال اخیر همه و همه باعث شد تا به ویژه در منطقه اسفان رودخانه زاینده رود به طور کلی خوش بشه یا به یک رودخانه فصلی تبدیل بشه در طی چند سال گذاشتم که شاورزان منطقه اعتراضات زیادی رو نسبت به این موضوع داشتن حتی تجمعات اعتراضی رو برگزار کردن که گاه با خشونت نیروی انتظامی و بازداشت و زندانی شدن اونها همراه بوده متاسفانه به نظر میسه نه در دولت گذشته و نه در دولت کنونی هنوز راه بر جامعی در این زمینه برای حل مسئله تیه و تدوین نشده هرچند که روز گذشته آقای چیتیان در اسفان گفتن که دولت و وزارتخانه خانه اون مشخصا برای تأمین خسارت کشاورزان از بابت خوشسالی چند سال اخیر مبلغ 700 میلیارد ریال رو به این موضوع اختصاص داده اما بنا به گفته خود آقای چیتیان به هر کشاورز بهره بردار تنها مبلغ سه میلیون تومان اختصاص پیدا میکنه که به نظر میرسه در مقابل خسارات عمده‌ای که در چند سال گذشته کشاورزان متحمل شدن رقم بسیار ناچیزی است یکی دیگه از تصمیمات دولت در این زمینه احداث تونل گلاب در استان چهارمحال بختیاری هستش که این موضوع هم به دلیل سالهای کم آبی که پشت سر گذاشتیم باعث نگرانی و اعتراض مکرر کشاورزان بختیاری شده به گفته مسئولان منطقه حوزه آبی زینده رو در حال حاضر برای تامین آب این استان ها نیازمند 2.8 میلیارد متر مکعب ذخیره آبی هستش که در شرایط کنونی با 600 میلیون متر مکعب کسری مواجه هستش رودخانه زاینده در شرایط تامین کننده آب آشامیدنی 5 میلیون نفر در این استان ها و همینطور تامین کننده آب کشاورزی 200 هزار, هزار هکتار زمین کشاورزی و 10 هزار واحد صنعتی هستش آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی است که نرخ تورم در اسفند ماه سال 92 به 34 مایز درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته آن 2 درصد کاهش نشان می دهد. پیشتر مرکز آمار ایران اعلام کرده بود که نرخ تورم در اسفند ماه گذشته 32 ممیز یک درصد بوده که این آمار دو ممیز درصد کمتر از نرخی است که بانک مرکزی ارائه کرده است. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تقریبا یکی است. ایران در سال 2013 یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان را داشته است که این امر با ماهای آغازین شکلگیری و فعالیت دولت حسن روحانی مصادف شد. نیمه شب گذشته قبل ثبت نام نخستین گروه متقاضی دریافت یارانی نقدی فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها آغاز شد یکی از اهداف دولت در فاز دوم هدفمندی کاهش تعداد یارانه بگیران است به گزارش خبرگزاری های ایران بر اساس برنامه اعلام شده ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها صفر است از صبح روز 20 فروردین ماه جاری به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به نشانه رفاهی.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری ها انجام می شود. همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها یک است نیست باید در روز دوم سبت نام یعنی 21 فروردین ماه جاری اقدام به نام نویسی در سایت رفاهی کنند. سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی دو در روز 22 فروردین، عدد سه در روز 23 فروردین، عدد چهار در روز 24 فروردین، عدد 5 در روز 25 فروردین، عدد 6 در روز 26 فروردین، عدد هفت در روز 27 فروردین عدد 8 در روز 28 فروردین و در نهایت عدد 9 در روز 29 فروردین ماه جاری انجام خواهد شد. همچنین روزهای سیوم و 31 سی فروردین ماه جاری به ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که طی ده روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت نام نشدند. ثبت نام از هر نقطه کشور با ورود به سایت رفاهی امکان پذیر خواهد بود و افرادی که در روستاها و مناطقی زندگی می کنند که دسترسی به اینترنت ندارند نیست می توانند به دفاتر خدمات پست و پیشخان دولت و همچنین شوراهای اسلامی محلی و فرمانداریها، بخشداریها و استانداریها و مراکز کمیته امداد و بهزیستی مراجعه کنند. کارگران اداره نیروی کشش راه آهن روز گذشته وقتی وارد محوطه کار خود شدند با صحنه مرگ همکار خود مواجه شدند در حالی که از جر سقیل کارگاه خود را حلقاویز کرده بود دوستان اون احتمال میدهند که خودکشی او بر به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی باشد بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور در نه ماهی امسال 3125 نفر به دلیل خودکشی جان خود را از دست دادند بر همین اساس در مدت مشابه سال 91 نیز 2740 تن به علت آنچه که پزشکی قانونی آن را مرگ مشکوک به خودکشی تشخیص داده بود جان خود را از دست دادند بررسی این دو آمار از افزایش 14 درصدی آمار خودکشی در کشور حکایت دارد. اما چندی است که یک بازی رایانه‌ای در فضای مجازی با نام بازگشت مختار به اشتراک گذاشته شده که در آن برخی چهره‌های سیاسی مانند سید محمد خاتمی مورد هدف قرار می‌گیرند. این بازی توسط سایتی به نام هنر ناب اسلامی در دسترس کاربران قرار گرفته و در آن در صورتی که کاربران نتوانند به چهره برخ شخصیت ها شلیک کنند امتیازشان یا همان بصیرتشان کم می شود. سازندگان بازی رایانه‌ای بازگشت مختار آن را اینگونه معرفی کردند. در بازی ضد استکباری بازگشت مختار که به سبک بازی های اول شخص ساخته شده است شما با نمادهای فتنه و استکبار مبارزه می کنید. منظور از نمادهای فتنه و استکبار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. در این بازی کاربر برای پیشروی در مراحل مختلف باید در دالانهایی حرکت کند و هر بار به موانعی با تصاویری از موسوی، کروبی، خاتمی، زهرا رهنورد و مهدی هاشمی شلیک کند تا به تعبیر طراحان بازی بصیرتش زیاد شود. هر کاربر در طول مسیر اگر در مقابله با این موانع موفق عمل نکند بصیرتش کم می شود و اگر پیش از پایان بازی بصیرت کاربر تمام شد باید بازی را از نو شروع کند. سازنده بازی بازگشت مختار وبلاگی با عنوان نفوذی است عنوان این بازی برگرفته از نام مختار سقفی است که پنج سال بعد از واقعه آشورا در کوفه به خونخواهی کشته شدگان آن حادثه قیام کرد و بسیاری از عاملان کشتن امام سوم شیعیان و یارانش را کشت و هجده ماه نیز حکومت کرد با این حال آنچه سبب خبرساز شدن این بازی شده علاوه بر استفاده از تصاویر رهبران جنبش سبز معرفی آن توسط مؤسسه فرهنگی دیجیتال هنر ناب اسلامی است مؤسسه هنر ناب اسلامی در اسفند سال 1388 با شماره 25445 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و همچنین در همان سال مجوز نشر دیجیتال را نیز از مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی برایتان آرزو می کنم. تا لحظات دیگر صفحه یک. بدرود.